دیگر بسیار زیاد. چقدر دروغ گفتن اینا که حتی مردم به جان رسیده، اینقدر دروغ گفتن و شایع کردن. اون خواهر برادر ما هستن، ولی اون خواهر برادر است که کنترل خود را از دست داده، تعصباتش کنترلش میکنه. امید است او برادرم و خواهرم بتانه که در این ماه مبارک که پیش روی دارن این تسلط از دست رفته خود پس بگیره. یک کودتایی باید بکنه که پس او قدرت پس باید بگیره و سر تعصبات خود غالب بیاید و آزادی عقیده را احترام بگذاره، آزادی بیان را احترام بگذاره. وقت است که روزه حتما سرش تأثیر خوب کرده، یک انسان بهتر خوبتر در آخر ما شده. اصلا یک ذره همین خط هم بگیریم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. آقای واسی قرض ادا بیترام. سلام آقای خراسانی، چطور هستید؟ درود به شما آصف. گلونم خشکی کرد. یک لحظه بفرمایید، همین چیز شما بفرمایید. یعنی صحبت تا زیاد مانده که باید صحبت بکنیم. اما خدمت من ارز کنم که چیزایی را که آقای واسیق عزیز شما صحبت بکنین، متاسفانه اون قلب بزرگ شما که از صداقت و راستی و واقعا از یک انسانی با عاطف و با رحمتی گنجش که در حقیقت خاص دیری باید آزار نمی آورد، این واقعت از نباین که ما در حقیقت خودتان ماس مالی کنم. خواهش میکنم خودتا در اینجا در حقیقت شرکت پوزیشن دیگر را بالا بدم. این خدمت هم از کنم که اون قبل نیست امروز جهان در آتش بدبختی میسوزه. حوامل و بدبختی های فرمول بندی هست که امروز ما مشکل داریم. ما همیشه چسب خود بالا انگلیس و امریکا و نمیفهم فلان اسرائیل میزنیم. تاسف با حال این کشورهای اسلامی. ببین آقای وسیق عزیز، در عراق امروز چی میگذره؟ متاسفانه بله، خبری سو با شما در عراق دیدین که شاید در حدود آقای مختدار صدر نور مالکی دو گروپی های تشیعی برادران ما و وابی های سعودی گسترده مسلح شوند و جهاد علی کفر بیدیر هستند باید کشته شوند. این مشکل اساسی ریشیابی آنچه که شما یاد کردین در طول تاریخ اسلام همی بود. نقطه دیگر است که امروز واضح است که هر کشور منافع خود داره. اگر شما روی رمضان صحبت میکنین، در روز رمضان افغانستان شما در عید قربانش، در نوروزش، روزهای مسجد مردم در فاتحه، روزهای ختمای قرآن شریف، در حقیقت چگونه انتحارات و انفجارات صورت میگیره. با تأسف برای شما ببینید که در داخل افغانستان با تأسف و با دریغ یک قومی شریف افغانستان به عنوان تاجک افغانستان یا برادران پشتونی عزیز ما یا ازبکی ما، اشخاص افرادی در حقیقت پوزیشنه های فاشیستی و وطن فروش بسیار خطرناک امثال غنی اشرف زی چگونه تقلبه ها را سازماندهی میکنن و انگلیس و امریکا از این بهره میبره، را را باز میکنه به طرف جنگ، رنگ جنگ ترویج میکنه مردم ما را به عنوان نسل کشی. من طرفدار آقای عبدالله نیستم، نه اندیشش هستم، نه مرتبش هستم، نه از او دفاع میکنم. ولی اینجا جای بحثی است که در اون مناطق مزار شریف و تخار و بدخشان و فاریاب و جزجان هزارها قوم شریف هموطن ما زندگی میکنن. اینها لشکرهای طیبه پاکستان به نام گروه های جنگوی را به نام گروه های سلفی جنایتکار وابی ها را و صدا هزار در داخل وزارستان جنوبی شمالی جا بجا کردن. پوزیشن وطن فروش آقای غنی را باید در ارکه قدرت جا بجا کنن و جنرال دوستم خائن باید مسلح بسازن. قوم شریف ازبک باید در مناطق جنگ درگیر بسازن، ضعیف بسازن و این گروپ های لشکری طیبه و آدم کشان قاتلی نشانه این نطفای رمزاده شانه باید در مرزای تاجکستان و ازبکستان بکشانن، افغانستان تکه و پارچه پارچه کنن امثال ایران. شما توجه داشته باشین که این کار برای افغانستان تطبیق شده نیست. ما اشخاص افرادی در پردای تلویزیون داریم امروز آقای وسیق عزیز، تا دیروز از جامعه روشنفکری و دانش صحبت میکرد، نامردانه فاشستانه در پرده تلویزیون میاید، مشخصا از اشرف غنی دفاع میکنه و تیم آقای دکتر غنی را آقای دکتر عبدالله را به نام خائن معرفی میکنه. قضاوت اینجاست که چی مشکل داریم؟ خیر از 380 سال
برادر پشتوری ما در ارکه قدرت نشستن، یک چانس برای این تاجک هم بوده که همین آقای عبدالله اون کار را انجام داده میتونه. این افغانستان را برباد نمیکنه، نه به روسیه میفروشه و نه به قزاق و نه به قرغیز و نه به امریکا و نه به اروپا. و این تاقه دادن ها مردادن ها صحبت های بسیار خاینانه هست. آقای خراسانی، آقای ما فقط چون وعده کمرشال ممتاز شده، اگر با لطف کنید بسیار مختصرش کنید که ما میریم با کمرشال خواهش میکنم. با تاسف و با دریغ، با تاسف و با دریغ، ما چهره های بسیار خطرناکی را در امروز در گوشه و کنار اروپا و امریکا داریم برای کشتن شیعه و با کشتن مردم بیچاره. هر تشیعی اینا کمر بستن، باید جهاد اعلان کنن، باید سونیا را، باید عربا را، باید از کشور عربستان سعودی بخواین، از کشورهایی که گوشه و کنار نشستن باید برام به داخل افغانستان جهاد اعلان کنن، برام به طرف تاجیکستان و ازبکستان منافع انگلیس و امریکا را پیاده کنن. متاسفانه بله اسلام اینمی گروپ های مزرا و جستاش هستن که در گوشه و کنار نشستن. باز برتان یک نقطه دیگر تاکید غنی آقای ظلمه خلیزاد فاشیست، امثال جلالی جنایتکار، امثال ستار سیرت راکتی در پشت قضایا در میلیون ها دلار امروز گرفتن و کمرشان بستن و بانک ها در حساب بانکی باز کردن، پول داده میرون و جنگ در منطقه تحویل میکنن. با تشکر. نه بند و نه اینا به رمضان احترام دارن، نه با قرانش احترام دارن، اینا ها هیچ اندیشه نیست، اینا مغزای گنده و پوسیده یخ زده 1400 سال است. هیچگاه اینا انجام ندارن. اینا نه ملت افغانستان در اینجا گناهکار است، مردمی که بیچاره روزمره روز یک دلار یا 50 سنت کار میکنه، گشنه و گدا میگرده، تمام روز روز سرگردان است. افغانستان در حال امروز قرار داره که میلیون ها انسان گرسنه نشسته، اینا برای قوم زدن تاجک و ازبک و پشتون دامن میزنن. با تاسف نه اینا اخلاق اسلامی دارن، نه اخلاق انسانی دارن، اینها جاسوس بودن، جاسوس باقی میمونن. تشکر آقای خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب بیننده گرامی، میریم بک اعلان تجارتی، میریم دوباره در خدمتتان هستم، با ما باشید. فروشگاه بزرگ فرنیچر و ماتریس آوتلت با چهار شوروم واقع در لندمارک شاپینگ سنتر الکساندریه، با اقسام و انواع فرنیچر و ماتریس های مورد علاقه و ضرورت با قیمت های ارزان و بی سابقه، هفت روز هفته از مشتریان عزیز پذیرایی می نماید. یک بار با دیدن از این فروشگاه های بزرگ و عالی و با همکاری کارکنان مجرب، فرنیچر و یا مترس مورد علاقه و پسند خود را به دست بیاورید. آدرس: لندمارک شاپینگ سنتر، الکساندریه، ویرجینیا. تلفن معلومات 703-354-2223. Do you have more payday loans than you can pay back? Do you feel like your payday loans are taking over your life? You may qualify for a program that payday loan companies don't want you to know about. A program that can fix your payday loan problems. It was so easy. Calling Franklin was the best thing I ever did. If you have payday loan debt, call the number on your screen now for a free consultation to find out if this program is right for you. Payday loan companies trap you into paying sky-high rates. And we understand that people sometimes take on more payday loans than they can handle. I was dealing with four payments a month. Now, I only have one. All you need is one or more payday loans to qualify, even if you're behind in collections or have bad credit. My payday loans were out of control, but Franklin came to the rescue. They were amazing. They took care of everything. We will even give you full attorney representation that protects you from payday lenders. So get back on track. Call 800-329-2077. That's 800-329-2077. 800-329-2077. هموطنان گرامی، کابل کیترینگ با سرپرستی محمد ظاهر حبیب با داشتن سالها تجربه در امور رستورانداری و کیترینگ در جنوب کالیفرنیا دوباره به فعالیت آغاز نموده. کابل کیترینگ با داشتن آشپزخانه کاملا جدید و مدرن با وسایل و تجهیزات بهتر و با بیمه معتبر در شهر و نایس آمادگی خود را اعلام می‌کند و حاضر خدمت در هر گونه محافل و گردمایی های شما جهت تهیه و پختپز ارن و غذاهای افغانی میباشد. همچنان کابل کیترینگ با سرویس مجهز پارتی رنتال، ایجی، بالت پارکینگ، عکاسی، فیلم برداری، گلارایی، لیموزین، ودینگ پلانر در خدمت شما می باشد.
فقط با یک تلفن به کابل کیترینگ آرامش و اطمینان خاطر خود را جمع داشته و ما را در مسئولیت بگذارید. ما متأکد هستیم که نتیجه سرویس مکمل ما مورد رضایت خاطر شما قرار خواهد گرفت. دوستان گرامی، مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده با سابقه 20 ساله در خدمت شماست. امیدواریم تا در این فصل زمستان از پروگرام کمک های زمستانی به خصوص برای اطفال و سالمندان بی‌وضاحت پشتیبانی نموده و کمک های عاجل خود را هر چه زودتر فرستاده تا به این مستحقین توزیع گردد. بیمارانتان را با صدقه درمان کنید و با ادای زکات اموال خود را حفاظت کنید. آدرس: پست باکس 223602 شانتلی ورجینیا 20153. تلفون های معلومات ایریا کود 510-396-5084 و ایریا کود 703-625-9147. عبیب رسولی، مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی، مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه کرایه کوچک‌کشی، پول وکیل و انسپکشن خانه پرداخته می شود. اگر توسط عبیب رسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قبیتان از سهم وی رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبیب رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید. شماره تماس 647-229-85. خب بیننده گرامی، باز هم خدمت شما هستم و چون زیاد ما صحبت کردم با او خاطر خط را گرفتیم. آقای خراسانی صحبت های خود کرد و باز همی یک کمی مانده از همی عهد عتیق یا تورات که خدمتتان میخوانم در مورد روزه که چقدر زیبا صحبت میشه، چقدر زیبا صحبت کرده. این چیزهاییست که خب همه فلسفه روزه را بر ما نشان میده. ما باید عمیق شویم. چرا ما همیشه یاد کردیم ولو که یارا نخوانده بودیم، ما باز هم همون توضیحات ما مسلمان ها هر قدر که لازم میبینیم توضیح میدیم که همین لعلکم تتقون یعنی چی، اما بسیار مفصلتر در اینجا یاد شده. باز یاد میکنه همین آیات سوی از کتاب اشعیا فصل 58 از آیه 3 به بعد است که اگر از ظلم کردن به ضعفا دست بردارید و ناحق به کسی تهمت نزنید و سخن دروغ شایع نکنید، از خوراک خود به گرسنگان بدهید و به کسی که در تنگنا هستند کمک کنید، آنگاه نور شما در تاریکی خواهد درخشید. یعنی ببینید که اینام خودش چیز بسیار زیبایی است که در اون صورت وقت ما یک انسان خوب با اینمی خصوصیات شویم، تنها اینا بر کلیمی ها نیست. یعنی فلسفه دین در هر دیانت همینطور یک چیزی هست که باید امیر مراعات بکنن. یعنی صرفا تشریفات ظاهریش نیست، بلکه اصل هدف است که باید برآورده شود. که اگر ما مسلمان ها اصول واقعا روزه صحیح بگیریم، یعنی پرهیزگاری درست انتخاب پرهیزگاری پیشه بکنیم، در اون صورت نور ما هم در بین مردم پخش میشه. به این معنا که مردم میبینه که اینا واقعا یک مردم های بسیار مؤمن خوب هستن. دین خوب معرفی میشه و خود ما در جامعه خوب معرفی میشیم، دین ما خوب معرفی میشه. در غیر از اون مثل حال ما مثل امروز هست و تاریکی اطرافتان مانند روز روشن خواهد شد. یعنی تا
تاریکی ها از شما دور شده میره، روشنی ها بیشتر میشه و من شما را همیشه هدایت نموده با چیزهای خوب سیرتان خواهم کرد. شما را قوی و سالم نگاه خواهم داشت. شما مانند باغ پربار و چشمه پر آب خواهید بود. این چیز است. خب این آیات از سوره از تورات بود خدمت شما خواندم. حالا یک آیه، یک چند آیام از انجیل براتون میخوانم که عهد جدید هست، از حضرت عیسی علیه السلام که مسیحا پیروی میکنن. اون هم خدمتتون بخوانم که از چیز متا هست، 16 انجیل متا 6:16-18. انجیل متا 6:16-18. بله، حضرت عیسی میگیره که در مورد روزه، و اما درباره روزه، وقتی روزه میگیرید مانند ریاکاران خود را افسرده و ناتوان نشان ندهید. یعنی تظاهر نکنید، مردم را نشان ندهید که شما روزه دارید. خب یک روزه دار شاید معلوم شوه، شاید معلوم نشه، اما کوشش نکنین که خود را معرفی بکنین. برای اینکه روزیتان را به خاطر خدا میگین، میگیرین به خاطر تسویه خودتان، به خاطر خوبی خودتان، به خاطر به خدا نزدیک شدن خودتان. باید خالصانه و مخلصانه به خداوند باشه، ریا نباشه، شواف نداشته باشه. ایشان با این کار میخواهند به مردم بفهمانند که روزه گرفتن، چرا ریا میشه دیگه. مطمئن باشید که ایشان تمام اجر خود را به همین صورت از مردم میگیرند. این اجرشان اونموز که دیگرهای ها را تحسین میکنند که والا روزه داره، ظاهرن خود را روزه دار معرفی کرده، روزه شاید داره ولی به تظاهر. این کار را نکنین. اما تو وقت روزه میگیری سر و صورت خود را تمیز و مرتب کن تا کسی متوجه نشود روزه گرفته ای. آنگاه پدر آسمانی تو که از همه چیز آگاه هست تو را اجر خواهد داد. این چیزیست که در انجیل گفته شده، در انجیل گفته شده، و امیدوار هستم که همه همین نکات را ما در نظر بگیریم. یعنی قرآن کریم که در آیه 183 سوره بقره یاد کرد که امیس روزه بر شما هم فرض شده و بر امتهای قبل از شما هم فرض شده، همین آیات است که من خدمتانم از تورات خواندم و هم از انجیل خواندم. و آیا ما در امی آیات یک دو آیه دیگه از خدمتان میخوانم، باز تلفن شما را میگیرم که آیه بعدیش، یعنی آیه 184 از خود قرآن عظیم شان علی خدمتان بخونم، که میفرماید که ایامن معدودات، یعنی روزهای شمارده شده است که 29 تا 30 روز است. فمن کان منکم مریدن او علی سفرن فعدت من ایام اخر. اما خداوند سختی را بر انسان نمیاره. خداوند میفرماید که اگر شما مریض هستین یا در سفر هستین، مریض استین که شما باید دوا بگیرین، یا مریض استین که شما باید غذای خوب بخورین، یا مریض استین که شما چند وقت دوای روز 3-4 بار دوایتان رو بگیرین، یا استراحت بکنین، وجودتان ضعیف است، یا در سفر استین که سفر تا اندازه طاقت فرسا هست براتون، سختی و مشکلات خود داره سفر، در صورت شما میتونین روزتان بخورین من فعندتون من ایام اخر، یعنی در موقع دیگه که امو نقیص ایام و مشکل رفع میشه. یعنی دیگه شما در سفر نیستین و شما دیگه مریض نیستین، مریضیتان تداوی شد، یا از سفر به منزلتان یا به یک جایی رسیدین که میخواستین،
در اون صورت شما میتونین که پس روزیتان رو تکمیل بکنین. یعنی اگه یکی دو سه روز رک خورده بودین، دو سه روز تان رو پس میتونین که شما یا بیشتر هر قدر که هست پس شما میتونین که او را تکمیل بکنین. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. اما او کسایی که یطیقونه میتونن که روزه بگیرن، ولی بسیار با مشکلات و مشقت میتونن روزه بگیرن. این روزه گرفته میتونن اما بسیار برشان مشکل هست، یا اگر بسیار کهنسال هستن، یا اگر ضعیف هستن، یا ناتوانی دیگه دارن، یا مریضیشان به حد است که یعنی میتونن که فرضاً یک وقت دوا بخورن و صبح و در موقع افطار دوای خود بگیرن، یا در موقع سحور که میکنن سحری میخیزن دوای لازم خود بگیرن، میتونن در طول روز روزه بگیرن، اما بسیار برشان مشکل است، طاقت فرسا است. خداوند بازم بر از اونا سرمو در امو حالت رحیم و مهربان است. خداوند میفرماید که کسایی که میتونن و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، اونا میتونن که همین نزدیکی خود به خداوند از یک طریق دیگه جبران بکنن، یا از طریق دیگه خود را نزدیک به خدا بسازن. چون روزه گرفتن نمیتونن، اما یک فرد که غریب است، بیچاره است، ناتوان است، نادار است و او روزه میگیره ولی غذای کافی نداره، برای او یک خوراک نان باید برش تهیه بکنن، یک $10 باید برش بتن تا بتانه که او یک غذای بر خود تهیه کرده بتانه، یا یک غذای برش تهیه بکنن، هر چیزی که هست. یعنی از یک طریق دیگه خود را تصفیه و تسکیه بکنن و خود را به خداوند نزدیک بکنن. چرا هدف از ماه مبارک رمضان امو فلسفهش بود که خدمت شما یاد کردم که لعلکم تتقون، شاید شما پرهیزگاری پیشه بکنین. اگر شما روزه گرفتن نتانستین، نظر به معاذیره، در اون صورت شما کسای دیگه که روزه میگیرن ولی غریب و محتاج و بیچاره هستن، اونا را کمک بکنین که یک زندگی همو سر سفره یا دسترخانشان یک غذای درست تر و صحیح تر بر خودش و بر اولادش باشه، و اونا بر شما دعای خیر بکنن و شما هم وجیبه انسانی و ایمانی تانه در مقابل هم نمیتان انجام دادین، او کار باید انجام بدین حتما. فمن تطوع خیرا فهو خیر الله. کسی که یک کار خیر را انجام میده با میل و رغبت خوب خود انجام میده، که شاید ناتوان است، توانش کمتر است، اما میخوای انجام بده، فهو خیر الله، او بهتر است برش. و انت سوم و خیر لکم، و اگر شما روزه بگیرید بهتر است برای شما، ان کنتم تعلمون، اگر شما حقیقتش بفهمید. یعنی خداوند برای شما همی لطف ارزانی کرده که اگر شما روزه بگیرید، روزه به خیرتان هست. چرا روزه هم مسائل سی انسان ها را تا اندازه، اگر انسان سالمه هست البته، همی که یک انداز از چربی های وجود کاسته میشه، اینا خودش و سیستم جهاز هاضمه و اینا را تصفیه میکنه، خود از این هم یک کمک است. و ضمناً از نظر روحی و معنوی که فلسفه اصلیش همی است، انسان ها را میتونه که چیز بکنه، انسان ها را میتونه که در امان خود داشته باشه. برنامه تفاهم در پرده قرآن بفرمایید. آقای محمدی وسیقه، سلام از آلمان. سلام علیکم محترم، خوب هستی؟ زنده و سلامت باشیم عزیز دل ما. این مسائل اسلامی را که از هر جای شروع کنیم باسم کلش یک رقم است، یک قسم است کلای از یا متاسفانه به حساب تخنیک و برخ و این چیزا خونه سینمی مسائل را پیش گرفتم، از نمی را رزق و روزی پیدا میکنم. خب ما در یک جامعه عیسویت و یهودیت در کنار هم با امنیت اجتماعی بدون تبعیض همینجا زندگی میکنیم. بعضی اوقات خب ما مجبور میشیم کلمه یهود، بله
بله بله میشنویم، بفرمایید. با واسه بعضی وقتا از غنی و از یهودیت و گلمجم و بلشویک که ما صحبت میکنیم، صاحب خب اینا با محمد چی خدمت کردن، با کمونیست چی خدمت کردن، کال بیان به عیسی و موسی چی کنم، یعنی خدمت بکنم. پیام ما صاحب در امی ماه مبارک رمضان به می کلا براز کال صاحب از انگوش شروع میکنم. و هم از یک شهر و ولایت که نه با حکومتتان دخیل است نه با سیاستتان کار داره. شما ببینین که اینا نصف در کشتن، بقیه را من میخوایم معلول و معیوب بسازم صاحب. متاسفانه سال است تو هم یک رو نمی کرده غیر قانونی با هر که غصب بده. شما می بینیم هنوز از جهل و تقلب دوشی های جنایی از این متقلب مردم خلاص نشده. باز یک زی می خیزد، زی زی دیگه می خواهد با جاش بیا. ایکی می سون انتخابات خدا شاید از تمام از یاسب شما ببینیم مزاریست ایراتیز در بین ازی از مردم ازارست از مردم کل سای پاکستانی ها را آوردن، نخبگان فساد و دزدی و بدنامی در تیم همی غنی و زاخل و احدی برادر مسعود دوزای کابل بانگ، نخبگان جنایت و رضالت صاحب. ما هم رای ازیا صاحب خب یعنی در هر صورت در همی ما یک $20 من صحبتم سر همی مطبوعات هم هست که خوشبختانه تلویزیون شما بیننده زیاد پیدا کرده، همه جادو گرفتن و انشالله با امید از روزی که به حق از این ماه مبارک رمضان که تلویزیون شما جهانی و بین المللی شما، من مطمئن هستم اگر گپای کرزای کس گوش نکنه اما در امو امریکا به صحبتهای من همه میشنوان ایا صاحب ماه $20 بعد شنوانده ها میتم به روی خطا میارم همین مسکینی ها رو آقای خطاب با پرداخت همین پول صاحب شخص میاد یا سرایی میخونه با می گدا پولی که ما فکر نکنم اگر مایه و سرمایه ندارم دروازه همی شیطنت خانه خوده یا پسته کنم. خطاب صاحب با گدایی و از فطر روزه و صندوق و خیرات و مساجد و آقای مسکینی ها در یک تعداد خانم های جاهل دسکولا هزیره زدن و خالی کردن، شما میفهمین که گدایی جرم از کلاهبرداری باید پایگاه قانونی داره. عمر صاحب خطاب من میخواستم به خدا عظیم حج شوم اما ای تو مرد ازارچره امیر رفتن مرا خدا و رضای زمین حج منصرف شدم. تو چطور میگی که دوستم آدم نکشته وقتی که مفاد شما بیاید شما به خدا راستی که اصفای اکاجان میگویم ما افغان ها برادر ما 3-4 اسم داریم. ما از این شاید نام درست من نباشه خطاب که تو با میگویی که ما در خواب بودیم. این دو تلویزیون صاحب از دوی از این رزالت ها با حکومت کابل یا صاحب کار میکنم. هر دو تلویزیون قومی است، یکی از مسکینیار برای فامیل زاهرخان است و خطاب حق است که پشتون باشه. حتی امرخیل شما ببینید یک پدر سوخته جاسوسی بین المللی صاحب یا به افکار و نظریات و دین و فرهنگ ما مردم خدا شاید است صاحب یا کار دارم. میگم عبدالله میخواید بحران ایجاد کنه، خداوند را توفیق بده. از حکومت شما وشیا بحران خرابی و ایرانی زندانان شما خالی از جنایتکاران ساختیم. غیر پشتون ها و بیگون های بیتقصیر را صاحب میخواییم روانه زندان ها کنیم و برادر نکنیم به لحاظ خدا مردم دو نمیزنه. و برادر امی باخت عبدالله از شما کرده بهترتر از امرخیل، زاخرویل، ترخیل. مگر ما بچه کابل نیستیم، ما دوزدهای ترخیل نمیشناسیم. امیر رسایب یک گوسفند بیچاره را یا انتحار میکنم او را انفجار میتسد جیبای مردوها رسایب این مردم خالی میکنند. تشکر آقای. چند کلمه دیگه صاحب من منظورم اسم محترم خطاب مسئله عسکری خب شخصی نسازین آقا، اگر عظیم جان شخصی نسازین بهتر میشه. ما شما هدف اگر بتانیم که اصلاح بکنیم چیزها را اما شخصی باز یک ذره یک درست نیست. همونجا هستیم نه شما این شما را مورد تاخت و تاز قرار دادم. اسلام را شورای نظار و سمت شمال و ما چه میاد دو نیست بسته صاحب یک قومانی عمر خطاب دو میزنه خدا و رزدی بسته. شما ببینیم یک سمت تو وقتی میگی شمالی تلوال یعنی چی معنا میته که تو همین نفرا را مای $20 میگیری از یه یار میاری او آجی این آجی ما که میگم نکو برادر. تو چند سال مره گفتی من از این دعیز به اسلامی است بعد از خط شدی او برادر آل باز تو جایل میگی خانه خود ترکی در افغانستان حکومت میکنه. باز خود شما به امرالله صالح ندادیم به ببرک کارمل ندادیم پیاده خود صاحب باید در فرمی از اون نوشته شد و پشتون هم مصاحبه بته. ما مردم در خود نمیگیرم آقای عمر خطاب قربان چون چرا در طریق تلویزیونتان شما مردم به هم مندازیم؟ چرا مسائل
مسائل قومی را شما دامن میزنیم، شما هستیم آخه امروز روز شما دامن میزنیم، بعد از اون برادر گناه را تو خواه آدم یاغی هستی، شما مردم یاغی خواه عسکری را کردیم، شما خواه عسکری از عسکری معاف هستیم، اونجا خواه خانه خسور من نیست که با من تو آشک برمو موتر ششتیم، سلامی دادیم، زغال سنگ کلوله کردیم. و برادر تو چطور یک آدم از پشت من نامم عظیم نیست تو مرم میگی تو در خط بوری وای دانه تا کجورات نکو آقای عمر کتاب، تو 40 سال است به نام افغانستان آمدی از تلویزیون سکسر قوفی تو از کجا هستی خدا میداند آقای تشکر دیگه افغانستان تشکر صاحب خواهش میکنم تشکر حالت خیلی خواهش میکنم خدا خدا خواهش میکنم نگاه میکنم ما صاحب تبلیغ نمیکنیم از ما بسیاری ها وحشت داره خدا و رسکی قدری ها از ما میترسم ما دامانی از یارا بالا انداختیم صاحب تلویزیون از یارا تلویزیون نیست خود از یارا مخبرستم شما همه را هدایت بکنم اگر ما بخوایم با میل از یارا صحبت کنم کل لینای از یارا بر روی ما باز است خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظ ناصر خب بیننده گرامی میریم به اعلان تجارتی میریم و دوباره در خدمتتان هستم و برنامه را ادامه میدیم خطایتان را میگیریم انشاءالله بعد از اون فروشگاه بزرگ فرنیچر و ماتریس آوتلت با چهار شوروم واقع در لندمارک شاپینگ سنتر الکساندریه با اقسام و انواع فرنیچر و ماتریس های مورد علاقه و ضرورت با قیمت های ارزان و بی سابقه هفت روز هفته از مشتریان عزیز پذیرایی می نماید یک بار با دیدن از این فروشگاه های بزرگ و عالی و با همکاری کارکنان مجرب فرنیچر و یا مترس مارد علاقه و پسند خود را به دست بیاورید آدرس لندمارک شاپینگ سنتر الکساندریه ویرجینیا تلفن معلومات 703-354-2223 If you're under the age of 85, please watch this very important message about final expense insurance. While it's never easy to talk about planning for one's funeral, it is very important to do so for many reasons. If you don't have life insurance, a final expense insurance plan pays cash to your family for final and all other expenses. If you're unable to purchase life insurance due to a pre-existing or current medical condition, call us right now for information and a free consultation. Perhaps you can't afford life insurance because of your age or because you're a smoker. Call us now and we'll guarantee you coverage. There are no tests to take and it's very affordable. Rates will never increase, the policy cannot be canceled, and there are no restrictions on how your beneficiaries can use the money. Don't delay. Call right now. Call 1-800-579-3574. 1-800-579-3574. 1-800-579-3574. 1-800-579-3574. شما که آرزو دارید صاحب خانه شوید فقط کافی است یک نام را به خاطر بسپارید آرزو نعیم آرزو با بیش از 10 سال تجربه در امور خرید و فروش خانه و املاک تجارتی آرزوی خانه داشتن شما را به واقعیت تبدیل می کند نعیم آرزو با همکاری نزدیک با بانک ها و مؤسسات مالی مختلف گرفتن لون با کمترین بهره ممکن را برای شما امکان پذیر می سازد تلفن 760-908-3229 760-908-3229 آرزوی خرید خانه و یا ملک تجاری مورد علاقه تان را با نعیم آرزو به واقعیت برسانید هموطنان عزیز ما نعیم آرزو در کمپانی ریلاینس پی فاندینگ و ریل استیت گروپ با بیشتر از 10 سال تجربه در قسمت خرید و فروش املاک شخصی، تجارتی و عقد قرضه های گوناگون در سرتاسر ایالت کالیفرنیا در خدمت شما هستم. هموطنان عزیز
هموطنان گرامی، کابل کیترینگ با سرپرستی محمد زاهر حبیب با داشتن سالها تجربه در امور رستورانداری و کیترینگ در جنوب کالیفرنیا دوباره و فعالیت آغاز نموده. کابل کیترینگ با داشتن آشپزخانه کاملا جدید و مدرن با وسایل و تجهیزات بهتر و با بیمه معتبر در شهر ونایس آمادگی خود را اعلام می‌داند. و حاضر خدمت در هر گونه محافل و گردمایی های شما جهت تهیه و پخت و پز ارن و غذاهای افغانی می باشد. همچنان کابل کیترینگ با سرویس مجهز پارتی رنتال، دی‌جی، بالت پارکینگ، عکاسی، فیلم برداری، گلارایی، لیموزین و ودینگ پلانر در خدمت شما می باشد. فقط با یک تلفن به کابل کیترینگ آرامش و اطمینان خاطر خود را جمع داشته و ما را در مسئولیت بگذارید. ما متأکد هستیم که نتیجه سرویس مکمل ما مورد رضایت خاطر شما قرار خواهد گرفت. Is your mop a dirty, disgusting mess? You need the Hurricane 360 Spin Mop System, the only mop and bucket that spins the dirt away. A system that cleans practically anything and everything with super absorbent microfiber. Dip it in the washer side and the mess releases into the bucket. Then place it in the dryer side and push on a pedal. You get a clean mop head that's practically dry and ready for more. And your hands will never again touch a dirty, disgusting mop. The heads are washable and reusable. Get the Hurricane 360 Spin Mop System for just two payments of $19.99. You'll also get a Sticky Buddy, the reusable sticky roller that picks up pet hair and lint and washes clean in seconds. You can take advantage of our 2-for-1 pick it up special and get a second spin mop set. Just pay additional shipping and fee. And we'll upgrade you to free priority handling. So don't wait. Order now. Call 1-800-691-9530 to get your Hurricane Spin Mop double offer. So hurry and call 1-800-691-9530. Call now. خب بیننده گرامی، بازم در خدمت شما هستیم و خطایتان را میگیریم. امید است که از مطالب تا جایی که مقدور بوده استفاده شده باشه و بتانیم که یک ذره بیشتر از مسائل شخصی و اختلافات شخصی اینا دور بانیم و نام گرفتن ها اگر دور بانیم ما بسیار ترجیح میتونم. هدفی برنامه همیست که ما اصلاحات اگر آورده بتانیم در جامعه خود و یک سلسله چیزها را بهتر بسازیم، نه یک خراب بکنیم. امیدوار هستم که بیننده‌های محترم ما هم امیره مراد بکنن، از گرفتن نام اینا خودداری بکنن. چیز بسیار خوب است. اگر مشکل هست آدم مشکل رفع بکنه، توضیحات آدم بده که رفعش جای بسیار خوشی خواهد بود و من نظر خود در این مورد میتونم، اما از گرفتن نام اینا اگر حتی مقدور خودداری شه جای بسیار خوشی خواهد بود. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. آقای وسیق، برادر بسیار بزرگوارم، آقای کیوان بسیار محترم، اگر لطف بکنید یک لحظه شما را به هولد میگذارم، پس دوباره خطانه میگیرم، چون یک دوست دیگه در جریان تفریح برم زنگ زدن در هولد هستن، امور را من بگیرم پس دوباره شما را میگیرم. خیلی به هولد میگذارم شما را. خب برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. بله، اگر بفرمایید با ما هستین در روی خط. شما با ما هستین در روی خط، بفرمایید. دوست ما فکر میکنم که از چیز دور هستن، از گوشی تلفن. برادر محترم بفرمایید، تفاهم در پرتو قرآن در تلویزیون زرین با ما هستین، بفرمایید. خب چیز است، برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. بله آقای وسیم، بفرمایید. فکر کنم میتونید، چرا نخواهش میکنم، بفرمایید. برادرم حتما از تلفن خود دور بودن،
دو سه بار صدا کردم و پسان میتونن دوباره زنگ بزنن. واقعا اونا از ما شما خو همیشه هستیم. چی میگه که اونا احترام همه بجاست ولی ما میگذشته داریم. خواهش میکنم. خوب کردین. خواهش میکنم بفرمایید. موشه کماندن به هر حال. بله. آقای وسیق یک بار دیگه ما برای شما سر تعظیم خم میکنم. خواهش میکنم. شما او چیزهایی را که واقعا امروز به درد انسان به درد جامعه میخوره که شما به وصل کردن که بارهای کلمه را در حصه شما یاد کردیم که شما بر وصل کردن آمدین نه به فصل کردن و شما یکی خو آزادی عقاید و بیان دومی که شما وقتی که کسی اگر مخالفتون هم باشد و شما به صراحت اعلان میکنین که هیچ مشکلی با این ندارم پناهش به خدا و در عین زمان امروز شما یک مطلبی را تا دو سه مطلبی را که شما از عهد عتیق و انجیل مسیح شما یاد کردین و در این مورد من یک دو مطلب دارم میخوانم که خوبتر قوی شوه و در عین زمان به همین رابطه باز آخرین سوال من هست که گپ چی است. ببینید شما که من بارها ما و شما گفتیم که این کتابا همونطوری که قرآن به این اعتراف میکنه که ای محمد من برای شما که این قرآن فرستادیم قبل از این هم کتاب تورات و انجیل و زبور را به دیگه فرستادیم به چندین آیه هست. بله. ولی در اینجا ستون فقرات ما همیشه میگیم که آقای وسیق در کتاب خروج باب 20 است به نام که ده فرمان که اینمی ده فرمان شما ببینین تو رو به خدا که آدم ایران میمانه که چطور ما بتانیم که اینمی کتابا را خدای نخواسته بگوییم که در گاربیج پرتیم. ببینین میگه خدایا خدا با موسی سخن گفت و این احکام را صادر کرد. من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. او داستانش خود شما میدانین. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن، زیرا که من خداوند و خدای تو میباشم. خدای غیور هستم و کسانی را که با من دشمنی کند مجازات میکنم. این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم چطور این بسیار زیاد است. باز اینجا میگه که روز سبت احترام بگذارین، پدر و مادر احترام بکنین. خب میگه که قتل نکنین، زنا نکنین، دزدی نکنین، دروغ نگوین. خب اینمی حرفا را که آدم اینجا میشنه و خب اینمی کلام خدا هست که برای ما میگه اگه ای عملی شوه خود ما چی مشکل داریم. خب واقعیتش حرف دیگه که در انجیل می شما ببینین آقای وسیق که بسیار مطلبه خوشا به حال آنانی که اینجا در موضع سرکو معروف است متا پنج میگه که خوشا به حال آنانی که نیاز خود را به خدا احساس میکنن، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان هست، از کسان خوب. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. بله. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. خوشا به حال آنان که مهربان و با گذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. خوشا به حال پاکدلان، زیرا خدا را خواهند دید. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش میکنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده. ما شما همه اولاد میتونیم بگوییم. هرگاه به خاطر من شما را سزا گفته آزار رسانند، مسیح میگه، و به شما تهمت زنند، شاد باشید، بلی خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداش بزرگ در انتظار شما هست. ای را من کتا میگرم که شما را اگر گفتن، من میشنیدم، من را اگر گفتن و میگن من همه را احترام دارم، همه را دوست دارم، شما هم همیشه گفتین که هر ملائکی اگر میخیزه در برابر شما یا در برابر من یا در برابر کسی دیگه که حق میگن
و او را از یخنش میگرم، ما و شما او را بخشیدیم و ای هست که لب و لباب کتب قبلی. حال فقط آخرین سوال من ای است که من میگیم که اینمی حرفی که شما میزنین، فقط یک سوال بله، حرفی که شما میزنین و حرفایی که شما میزنین و این کتابا رو خونه عقانیت شما میدانیم که این همه چیز در قرآن هست و در یا بود. آره، اگر یک دین پیدا شود مثل دین مسیح که دین تورات رد بکنه و یا دین تورات باز انجیل رد بکنه و قرآن هر دوی از او را بگوید که منسوخ هستن و پیغمبر اسلام بخیزه بگوید که شما دیگه به این چیزایی که عبادت میکردین نکنین، آیا اینمی حق ادیان یا دین بعدی داره که دیگرها را منسوخ اعلان بکنه؟ منظور ما خود قرآن است. آیا قرآنی حق داشت و یا داره که با این تو احکام مستند تشکر. و این را بگوی تو منسوخ هستی؟ تشکر آقای کنم. بندگان ما مسلمان ها دیگر نباید خوان و به تو عمل نباید کرد. ما انتقال ما اینه میگرد که اگر مثل شما قرآن می اندیشه خوب، نمی اندیشه شما در این باره نظر. خواهش میکنم، خدا همراهتان باشه، با امان خدا. ببینید که بسیار مطالب واضح است. من یقین دارم که آقای کیوان زیاد چون برنامه مرا لطف میکنن همیشه گوش دادن، بسیار واضح از قرآن کریم آیه 48 سوره مائده، آیه 48 سوره مائده. اول سوره مائده یک سوره است که یکی از آخرین سوره هایی است که در مدینه منوره بر پیامبر خدا نازل شده و در این آیه مبارک آیه 48 خداوند یاد میکنه لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. صحبت از یهود و نصارا است، برای هر یک میگه ما شریعت و راه و رسم دادیم. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگر خواست خدا می بود شما را یک امت می ساختم، خواست خدا تو نبوده اصلا. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ولكن جالب است، ولكن شما را می آزمایم به اون چیزی که بر شما دادیم. آخرین سوره است که بر پیامبر خدا نازل میشه و پیامبر خدا را میگه که اون چیزایی که ما بر یهود و نصارا دادیم، تورات و انجیل بر شما دادیم، مطابق عموم از اونها پرسان میکنم کجایی منسوخ شده. ولیکن لیبلوکم فی ما آتاکم، ولیکن شما را میازمایم مطابق همو استندرده که شما برش ایمان داریم، به شما دادیم در حقیقت. فاستبقوا الخیرات، شما در کارهای خیر با اکیدیتان مسابقه بدین. مسلمان اگر فکر میکنی که دینت بهتر است، تو یک دین بهتر را داری، کتابت کامل تر است، باید در کارهای خیر مسابقه بدی. مسیحی، کلیمی، هر دیانتای دیگه که هست باید در کارهای خیر مسابقه بدن و هر کس در کار خیر پیش شد او برنده است، در خطور نمایندگی از دین خود کرده. نه تنها آیه 48 بلکه آیه 62، آیه 62 سوره بقره که در اول حیات پیامبر صلی الله علیه در مدینه منوره نازل شد و آیه 69 سوره مائده که در آخرین وقت سالای حیاتشون نازل شد، چی را تایید میکنه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، مسلمان، مسیحی، یهودی، صابی ها، و بالاخره میفرمایه که هر کسی که به خدا و روز آخرت ایمان داره و عمل صالح انجام میده، عملشان پیش خدا محفوظ است، نه خوفی داشته باشه و نه ترس به خود را بده. بسیار بسیار زیاد واضح است. به نام تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام و عرض ادب حضور جناب آقای وسیع. سلام خواهری گل، خوب هستین؟ سپاسگزارم. با اجازه رحمان و رحیم میخواستم سوره 103 قرآن رو با همدیگه بخونیم، چون میخواستم نتیجه گیری بکنم راجب صحبتی که میخوام داشته باشم انشاءالله به اذن الله. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمایند به عصر، خداوند به زمان دارن قسم میخورن. بله. ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران هست. بلافاصله پرانتز باز میشه، این خسران رو جدا میکنن، بجز کسانی که ایمان میآورند. بله.
و زندگی پرهیزکارانه ای را ادامه می دهند و یکدیگر را به پیروی از حقیقت الهی تشویق می کنند و همدیگر را به صبر تشویق می کنند. لا قوت الا بالله. به قدر این سه آیه توش فضیلت، رحمت، دانش و علم الهیه، به ما چه دستور میده؟ خداوند دارن اینجا به زمان قسم میخورن. بله. انسان یه زمانی داره به خودش ضرر میرسونه که از محدوده قوانین الهی میره بیرون، میره دنبال عقاید شخصی، برای خودش قوانین درست میکنه با احساسات و نظرات خودش. خداوند قوانین برای ما فرستادن، در هر سه کتاب خودشون برای ما قوانین رو کاملا توضیح دادن. بله. هر کسی از این محدوده قوانین خداوند بیرون بیاد، این سیستم خداونده دوچار نیرنگ شیطان میشه که دوچار سردرگمی، بی‌هویتی و دوری از راه خدا. کاملا. دوری از راه خدا یعنی افتادن تو تله شیطان. بله. شیطان هم ما مفری با نیرنگش اینه که ما رو مشغول عقاید شخصی و این دنیا بکنه. بله. از سوره 4 دیگه 13 و 14 سبحان الله داره واقعا این پیامو. اگر دوست دارم شما این آیه 13 رو به عربیش بخونین، تلک حدود الله ان شاء الله، ببینین چقدر زیبا خداوند می فرماید اینها محدوده قوانین الهیه. بله. کسی از خدا و رسولش اطاعت کنه، این قرآن رسول زنده ما در دست های ما، خداوند وعده میده که اونو به باغهایی که نهرهای جاری هست در اون وارد میکنه. این بزرگترین پیروزیه. یعنی میگه اگر کسی که تنها سند بکنه، تنها استنادش کتاب قانون خدا باشه، از هر کیش و آینی باورش به خدا باشه و از کتاب قانون خدا اطاعت بکنه، اونو مسند پیرویش قرار بده بلا غیر، خدا وعده بزرگترین پیروزی رو بهش میده و میفرماید کسی که از خدا و رسولش سرپیچی کنه، از قوانین محدوده خدا تجاوز کنه، به جهنم داخل میشه، اون تا ابد میمونه به خاطر این مجازاتی که ما طبق آیه 7 که 17 بار در نمازهامون از خدا میخواییم تو این آیه 7ش ما رو سزاوار اون نکن که اردان بشیم، گمراه باشیم. خدا میگه که من دارم راهنماییتون میکنم، قوانین خدا کاملن برای نجات شما. واقعا واقعا ما انسانها شکایت میکنیم، اگه همه چی به نفع ما باشه یک بار نمیخواییم بگیم که چرا من انتخاب شدم برای این همه نعمت و رحمت. بسیار درست میکنیم، حق منه که من باید اینا رو داشته باشم. کوچکترین مشکلی که برای انسان پیش میاد، اولین کاری که میکنه شاکیه. چه تکبری در ما انسان ها وجود داره. انشاءالله بتونیم با پیروی از تنها کلام خدا، اگر همه ما قانون محدوده قانون خدا رو رعایت بکنیم، دچار این همه مشکل انشاءالله این تضمین رب العالمینه. بسیار تشکر، به بنده دادیم، خواهش میکنم، خدا نگهدارتان باشه، خواهش میکنم، با امان الله. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. آقای وسیق سلام، احترام سلام، خواهش میکنم، ساعت شما خوب انشاءالله. فقط میخواستم یک موضوع را اقدر حضور شما نه که بلکه حضور بیننده های شما عرض بکنم، و اویز که همی که از اینجان تانست همه قدر چیزها را بگویه در تلفن شما، بله، فقط شخصیت شما را نشان میده که شما نخواستین یه را قطع بکنین. من به هیچ صورت اطمینان کامل دارم که به اونا همه قیده نیستین، لکن شخصیت شما تونست که اشخاص را موقع میتین که بگوین و اونا را نمیخواین قطع بکنین. در غیر از اون من فکر میکنم که گفتار آقای عظیم جان باید همینطور چیزی باشه که در تلویزیون شما باید جای نداشته باشه. من از این میترسم که عظیم جان روز میرسه که در از شخصیت شما در یک تلویزیون دیگه به همین کلمات استعمال میکنه، همین چیزها رو میگه، و از این خاطر من فکر میکنم این لازم است که بیننده های شما بفهمن که فقط فقط شخصیت اعلی شما بود که او را اجازه دادین. در غیر از او به هیچ صورت گمان نمیکنم شما به او عقیده باشین و یا تلویزیون شما جای از این داشت باشه که اینطور اشخاص و این کلمات گفته شوه و اشخاص امون موضوعات شخصی خود را بالا بکنن. من از این خاطر فقط عرض کردم حضور شما، بسیار لطف کردین،
امداد او شخصیت است که امکان دارد در رابطه با شما به یک تلویزیون دیگه به عین کلمات استعمال کنند. اگر چه اکثر چیزایی که گفتنم راست است، در هیچ گام جای شک شما نیست، اما واقعیت هم دیست که تلویزیون شما تلویزیون است که و پروگرام شما پروگرام است که نباید هیچ چیزا به اونا اونطور اشخاص اجازه داده شوایی بگویه، لیکن شما چون نتانسته اینمو شخصیتتان یه اجازه نداد که رقت کنید. نمیره میخواستم عرض بکنید دیگر بیننده های شما و فقط فقط اینمی چیز بوده. بسیار تشکر، لطف کردین، شما را همچنان بسیار لطف کردین. من توضیح بدم که معمولا برادرم عظیم جان که صحبت های میکند همیشه کوشش کردیم که یک تبصری خودم بکنم که اگر بتانیم همی برادرای ما که یا برادر خواهر ما هر کسی که به می شکل انتقاد میکنن یا نام میگیرن یا صحبتایی که نباید مثل برادر ما یاد کردن نباید یاد شه، فقط به خاطر همیست که روز به روز ما خود را بهتر بسازیم. امیدوار هستم که همه به شمول عظیم جان همه این نکته را مراد بکنن، ان شاء الله همه چیز بهتر خوبتر خواهد شد. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. آقای وسیق سلام. السلام علیکم برادر محترم. خوب هستید؟ سلامت باشین، زنده باشین، شما خوب هستید؟ شکر. من عرفان رازی هستم. آقای رازی خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ تشکر، شما چی حال دارین؟ لطف دارین، مهربان هستین. شکر که شما خوب هستین، با صحت سلامت انشاءالله. ممنون شما، ما چند دفعه دیگه هم کوشش کردیم با شما هم صحبت شویم، تقدیر چانس ندادم. خواهش میکنم. من افتخار دارم که امروز بازم وسیله امکانات میسر میشه. جای خوشی هست در خدمتتان هستیم، واقعا جای خوشی برای ما هست. خواهش میکنم، خواهش میکنم، شما لطف دارین همیش. آقای وسیق، من یک سوال دارم و گرچه ما به می سوال خود ما هم جواب دارم که عقیده ندارم، اما می خواهم چون شما را خداوند بزرگ یک توانایی داده که ما همیش تعقیب می کنم پروگرام های شما را، شما با هر کس با هر عقیده که بوده در پالوی شما شیشته صحبت هایی کردین و شما سوال های اونا را که به هر عقیده که بودن بلی. شما در آن واحد به ظرف 3-4 ثانیه یا 5 ثانیه آیات قرآن عظیم و شان کشیدین، بر از اونا تحلیل و تجزیه کردین و گفتین و این یک معجزه خداوندی است که شما خداوند به شما داده. یک معجزه است که هر کس نمیتونه که در ظرف 2 ثانیه یا 5 ثانیه به تمام قرآن عظیم و شان تسلط داشته باشه و جواب بگویه. خاطر ممنون و مشکور شما هستم و دعا میکنم بر شما خداوند همیش پشت و پناه شما باشه. بسیار لطف کردین و همین دعای شما، دعای دوستا و عزیزای ما و بینندای مخلص ما برای ما بسیار بسیار عزیز است و انشالله که شما هم در پناه خداوند باشین همیشه. خواهش میکنم. سوال ما ایست که من جز و اولش نمیگم، شما خودتان میفهمید. همین که میگه شنیده قلب بود مانند